هیچ فکر نمیکردم شما به این زودی بیاین پیش من. قسمت دیگه چی کار میشه کرد؟ ناصد خان، دیگه دوره دوری به سر رسیده، دیگه من و شما بازم به هم رسیدیم. یعنی قضیه ما حتمی؟ نه ببین، حتمی حتمی که نیست. مردم دیگه، تکلیف من روشن کن، این بلدکبی در بیاری آره یا نه دیگه، این بری اون بریش. خب ببین، یه قراری باهات میذارم تا یکی دو شب دیگه. خب من یا با روسری سیاه میام، خب یا با اون روسری سفید بوت جقیه. خب اگه با روسری بوت جقیه اومدم که باید بازم صبر کنم. همون سفید بوت جقیه چقدر بهت میامد؟ جدی میگی؟ والا همیشه اونو سرت کن. حالا اگه چیز شد، اگه با روسری سیاه اومده چی؟ یعنی این که کار تمومه. وای آقا جون، وای آقا جون، آخه چرا؟ چی با از اینجا شلوغ کرده؟ چی بود همون؟ آقا جون، باور کنی ما فقط نگران حالتون هستیم. بابا این چیزایی که میبینین همش خواب و خیاله. همین آقا جون، اصلا این حرفا نیست. روسری سیاه گلدار این چیزا نیست. انشالله 100 سال عمر میکنی. انشالله استراحت کن. انشالله که آقا جون با روسری سیاه میاد که هیچی هم نشه. همه بگید انشالله که واقعا هیچی نشه. روسری سیاه که نه، روسری سفید بوتجقی است که عقب میفته انشالله. عزیز من، روسری سیاهه که هیچی نمیشه. من دارم میگم آقا جون استراحت کن. شما عمو جون، روسری سیاه که کار آقا جون دیگه تموم. روسری سیاه آقا جون بند دور از جون، ولی روسری سفید است که عقب میفته. نه من وقتی بزرگترم دارم میگم روسری سیاه یعنی میرم، روسری سفید متجقه یعنی نمیرم. دیدی علی رضا، دیدی حالا هر چی من میگم عمو گوش نمیکنه. اصلا آقا جون ایشاله که با همون روسری سفید بوتجقی بیان، ولی آقا جون به دلتون بد راه ندین، من میرم غذا درست کنم. آقا جون سفید بوتجقی است، استراحت کن. استراحت کن. آقا یه میگه استراحت نمیذاری که نشستی اینجا. عمه برای کی نصف شب غذا رفت درست کنه؟ برای آقا جون؟ آقا جون که شام خورده که گریهش گرفت رفت. گریهش گرفت؟ آره گریهش گرفت. بلد نبوده درست کنه حتما. غذا درست کنه برای شما رفت غذا. آره برای من رفت غذا. شما که دو ساعت پیش غذا خوردی. بازم گشتم دوست دارم غذا. بازم خیلی غذا بخورم. همون خب به همینه دیگه، یه غذا میخوری دیگه همینه. دنبالی آقا جی شما هست. گرفتار شدیم. من بگم بهتره نظری آقا جون تو فردا شب بخوابه. این راهش. ببین علی رضا، اگه یه دفعه دیگه نتونی جلو زبونتو بگیری، من میدونم. و تو فهمیدی؟ اون از تو اتاق که سر سیاسفید بودن روسری بحث میکنی، نه از این نظر دادنت. اه خب آخه عمو جون چی کار کنیم؟ چه میدونم، خیلی کارم میشه کرد. خب اون تو باید بهترین راه انتخاب کنیم ها. این دفعه دیگه آقا جون پاک روحیه‌شو از دست داده. بعد جدی جدی کاری کنیم. بعد وضعیتی افتاد. آره من که دارم میگم اگر که فکری اگه به ذهنتون نرسید، نذاریم آقا جون تا فردا شب بخوابه. خب فردا شب نذاشتیم بخوابه.
پس فردا شب چی؟ شبای دیگه چی؟ هر شب که نمیشه نظریم نخوابه یا اونی از بیخوابی افتاد مرد یادم اینم حالا وسط شوخیش گرفته بابا داریم فکر میکنیم داریم حرف میزنیم چهار تا آدم عاقل بالغه شوخی نه همتون من گیر میدین؟ از چی من بیم بکنم؟ نظر خودت دیگه همون بودم پفت گرد بود همون چون نمال از اینا بسن در همه دیر واقع نیست چون من شیدایی درائی درائی لائی درائی 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 لائی خرق جایی گروه باده و دفتر جایی درائی درائی لائی درائی 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 لائی دل جایی نصافیس خباری دارد از خدا می طلبم صحبت روشن رایی درائی درائی لائی درائی 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 لائی درائی درائی لائی آقا جون آقا من خسته شدم صدام اذیت نکنی خسته شده یکی دیگه بخونه تو بخون نه من که نمی الان نه چیز نوبت فریدونه بابا همونی که همیشه تو نمایش که میخونی زیر لب میخونی باز تو کار دست من دادی فریدون یه دونه بود سیزده به در تو باغ دیگه بابا میگه اونو بخون سیزده به در سیزده به در یه بخون خب به افتخار آقا فریدون روزه خلده برین خلوت درویشانم است مایه محتشمی خدمت درویشان است ای دوست کدوست ناظر فسد کنجه وزلت که تلسماته یه لباس آبیه یه لباس قهوه‌ای یه لباس قهوه‌ای یه لباس زرد و سرخ و سفید و خاکستری یه لباس آبیه یه لباس آبیه یه لباس آبیه یه لباس آبیه زرد و سفید خاکستری یه لباس آبیه یه لباس سرخ و زرد و سفید و نارنجیه یه لباس قهوه‌ای یه لباس آبیه زرد و قرمز و سرخ و سفید آبیه یه لباس آبیه یه لباس آبیه لا 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 به خواب کوچولو لا 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 ای لا 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 ای لا 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 ای گنجشک لا لا کفتر لا 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 ای تو کی می آیی کفتر لا لا گنجشک لا 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 ای 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 لا 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 ای لا 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 ای لا 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 ای لا 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 ای Thank you.
اگه بخت ما بخت بود، شاخ گوزن هم برای خودش درخت بود. یه ساعت خوشی توی خونه با ما نیومده، یه آب خنکی از گلوی ما پای نرفته. من نمیفهمم چطور شد نصرت خان همه رو با هم بیرون کرد؟ بچه ها کجاست؟ این دیوونه گناهه علی رضا. فکر میکنم میشه نصرت خان مونده دیگه. بهتر. اینجا چه خبره؟ جالبی آقا جون. دارم از اینجا میرم. خیلی قشنگی. خوب میدونی که از زندگی اینجا متنفرم. تا بعد که قرار نیست اینجا بمونی. بیشتر از این دیگه نمیتونم صبر کنم یعقوب. من باردارم. آقا جون بلنش نگاه کن، فیلمش خیلی قشنگه. تو که نمیخوای بچه‌م از من جدا کنی ها؟ تکراری نیست، اینو تازه گرفتم. نگاه کن هنرپیشه‌ام شبیه شماست. نگاش کن. حالت موهاش و اینا. حتی پدرت هم فکر میکنه باید با من بیای. نمیتونم برم. نگاه کن. سلام ببین. آره همون که رفته رو پف کرده. خب بلند شه دیگه. نخوابیم. سری سیاه خبر نداشتم قرار مانور نظامی اجرا بشه. کمکی از دست من برمیاد؟ آی بارتر؟ آقا جون میخوای یکم ماساژت بدم؟ مارتین بیداری؟ حواست به این لشکر شکست خورده و تماسی تلفنی باشه. ببخشید اینقدر دیر رسیدیم هارپر، جلوی رامونو گرفت. اشکالی نداره. میبینی؟ خب هارپر میبینم که داری با خیال راحت قهوه‌تو میخوری. یه نوشیدن. نه داری شوخی میکنی؟ نه شوخی نمیکنم. ببین بابا دستتو بذار اینجا. خوابم میاد اون دست وردار اصابادم. ببین ما چاره دیگه جز این کار نداریم. الان هم هرچی میگذره هی بدتر میشه، سختتر میشه. هیچی نیست، فقط یه ذره باید دقت کنی. ببین داداش من همیشه گفتم تنها کسی که تو این خانواده استعداد بازیگری داره گلچهره. صد دفعه من نگفتم صد. بعدم یه زحمت کشیده علیرضا رفته دیشب نذاشته بابا بخوابه، 6 تا فیلم تا صبح دیدن الان میتره خوابش بیاد. نذار زحمتش هدر بره. الان خوابشو نبر آقا جون. نه بابا عمه آقا جونی که میشناسی 10 روزم نخوابه 6 صبح سر حال همیشه. چیکار کنیم عمه؟ نه بابا اصلا فکرش هم نکنی، من نمیتونم. چرا نمیتونی آقا؟ اونش با من. ببین شما این چیزو دیدید؟ این فیلم جویندگان طلا رو دیدی؟ مال چارلی چاپلین. آره. راستشو بگی دقیق شید. ببین شبیه همون زنه چیز نیست تو چارلی چاپلین؟ آره. خیلی شبیه. آره. ببین من چند تا فیلم دیگه این فیلم ایرانی خودمو دیدم. یعنی همیشه گفتم چرا گلچهره به جای اینا بازی نکرد؟ سه تو بذار. خب من میخوام حرف بزنم آخه. خب من بگم شبیه سرندیپیتی هم هستش. اون که کارتون هست سرندیپیتی و کنا، اون نقاشی کارتون. خب اون فیلمه که دو سه روز پیش دیدیم برباد رفته، اون هنرپیشه زنه بود نیستش؟ نگاه کن دقیقا نگاه کن. آره شبیه نیست؟ نه شبیه. چرا شبیه؟ ببین این دیدش خوبه، این چیزی که میگه درست میگه. آره اون روزم بهم گفت میخواین بهتون ثابت کنم تشخیص چهرم خوبه؟ اما هم شبیه این سبزا هست که تو کیسه میریزن شب عید اومده جدید مدل میگیره چه شب رو داره. خب شما ندیدین اونجا بودی، تازه اومده. خب قبول کن دیگه. آخه این همون لباس مامان گل احساسی هایتون همیشه میپوشی؟ آره داداش همینو بپوشن؟ آره همینو بپوشن. خب این بولیزه آره. حالا روسریش هم پیدا میکنم. آره خوبه. جوری چیزه میگم که علی رضا دیگه تو گفتی من شبیه اون خانومم که تو برباد رفته بازی میکرد؟ که جدی نمیگفتی؟ جدی میگفتم امه، خیلی شبیهشه، همه میدونن. نه تو بیشتر شبیه زن چارلی چاپلینی. نه من خودم فکر میکنم آره شبیه اون خانومم، حسم بیشتر شبیشه. ببین عمه حستون شبیه اون خانوم است که تو برباد رفته بود، ولی قیافتون شبیه چارلی چاپلینه. زن چارلی چاپلین. البته میدونین داداش به نظر من اون حسه مهمتره.
نه؟ بله. بله خب 100%. چرا؟ من خودم کلن دوبله رو بیشتر دوست دارم. یعنی میدونین چیه؟ فکر میکنم که صدام نزدیکه به صدای یه دوبلور. نه؟ ولی خب با همه این حرفا علیرضا درست گفتی. من خودم هم فکر میکنم حسم بیشتر نزدیک همون بازیگر است که تو برنامه بازی میکنه. بله. آخه این همون روسری است. پیدا شدی؟ وای. خب. عمه بریم تمرین رو شروع کنیم. بیام. خب. آماده ای؟ آره آماده. بشمار. یک دو سه چهار تا ده میشونم بیرون تا سه. حالا ظاهر شو. حالا ظاهر شدی. نصرت خراب شد. چیه مشکل چیه؟ بریم بریم بد شد. یه بار دیگه بریم هم بخنه. یک دو دست ببر. مهم نیست اون بعدا درست میشه. مهم نیست. بریم آقا. یک دو ببخشید ساکت اون بیرون کس میزن گیره. دو سه ظاهر شو. نصرت خان، نصرت خان بیدار شید. خوب بود. اما وایسی یه چند لحظه. نقش نمیشه. میگم عوضش کنیم. چون این بعدا خودتون مشکل وسط کار پیدا میکنه. ببین با این دو انگشت گلوتو بگیر. صحبت کن. آن صدامو عوض کنم. خیلی سخت. پیرتر شه دیگه. ببینین همه جون. صدا رو از اینجا یه ذره لرزش بده اینجوری عین اونا میشه. هر جوری که خودتون تصمیم میگیرید. چیکار کنم داداش؟ خب یه ذره صحبت کن. نصرت خان. آها. خیلی خوب. خوبه داداش. وقت نداریم ببین. آره وقت نداریم. خیلی خوب. آره برو پایین بعد لباس سری لباس عوض کنی. خیلی خوب. برو پایین. بگو پس بشمار. یک دو سه. بچه خوب شد؟ آره قیچی چی همه؟ چیکار کنم؟ خب قیچیو بده این دستت. اصلا خوب نی قیچی به نظر من. بیدم. اصلا این مال کی بوده؟ بابا این مال مامان گلنسا بوده. همیشه همراهش رو داداش گفته بگیر. تو هم دخالت نکن. قیچی با دو دست بگیر. شما گفتی هم خوبه؟ از نوک بگیر با دو انگشت. نوک اینجوری؟ آره بچرخون. اینطور؟ بچرخون. آخه برعکس نه برعکس. خب حالا چند بار بیا جلو عقب. یفه بندازه هوا. عقب یه ذره مایل بگیرش. وایسا. خب لبخند. از نه. تو اینه من نه خوب نیستش. نگیرمش. من خواستم بگم خوب نیست. گره رو سری تو فقط باز کن. بابا خیلی درد سر داره داداش. بیا تو هنوز بیانت شده. کار کن کار کن. باش درمون. میگم یه بار خودت امتحان کن این لباس رو بپوش. خوبه حالا برو. بیا پس بگیرینو. خب آقا جون میترسه نه؟ بچه من رفتم. نصرت خان بیدار شین. گلچهره تویی؟ نه من گلچهره نیستم. نیستی تو گلچهره ای؟ بله آقا جون. خب به موقع اومدی تشنمه. برو لیوان آب بیار. میخوابی زده به سر داره؟ مواظب باش خواهد به شکستنی ها نخوره.
بچه شد چرا نمیری؟ نه آقا جون هیچی نشده. بابا چرا آب میخواین دیگه؟ آه برو الان برای تو آب میارم. همین الان برای تو آب میارم. دیدی؟ بالاخره دیدی؟ همین رو میخواستی؟ من استعدادش رو ندارم، من به درد هیچی نمیخورم. آخه بابا جون هزار بار گفتم همون کاری که تو تمرینات میکنی همون کار تو اجرا بکن، حس نداری، اصلا شل شلی. الان همون نگاه کن، همین الان که احمد داره گریه میکنه، همین الان صورتش اینه اون بازیگره شده تو برباد رفته. آره نه حالا دیگه بسته، دارم گریه نکن. شما دوتا هم بسته، انقدر از این ادابازی ها در نیارین. همه اب نداره، حالا هول شدی. خب دیگه اولش اینجوری هول میشه، حالا باید خاک بخوری. خاک صحنه. آقا میخوای یه بار دیگه بازی کنی؟ بیا یه بار دیگه بازی کنی. نه خیر رو من یکی دیگه اصلا حساب نکنید. من اصلا خوشم نمید از این اداها. اینا فقط به خاطر آقا جون بود داداشم. چی خوشت نمیاد؟ خب باید تمرین کنی دیگه، باید حس بگیری، باید با نقشت زندگی کنی. شلی من که گفتم فقط همون دوبله، فقط دوبله. با این صدا بخوای دوبله کنی. من چه گیری دادی ها؟ ببین آقا جون، ما که نیومدیم اینجا بازیگر و دوبلور رو از این چیزا تربیت کنیم. مسئله چیز دیگه است. ما میخوایم بابا فکر کنه هر شب مامان گلسا بیاد به خوابش. همین؟ آره، ولی همینجوری که نمیشه. بازیگری استعداد نکن بابا دیگه، دنگ کن. نکنم نکنم. بازیگری استعداد میخواد، تلاش میخواد، پشت کار میخواد، عشق و علاقه میخواد، نمیدونم. همینجوری که نمیشه. ببین ما که نمیخوایم پیس رومئو و جولیت رو اینجا تمرین کنیم، برداریم ببریم بذاریم تو صحنه که. درسته آه. آقا من میخوام یه کار فرهنگی انجام بدم در کنار این کاری که این داره میکنه، خودش هم به بازیگری میرسه، یه بازیگر خوبم تحویل جامعه میدیم. بده. خب من همینت میخوام بگم، اگه عمه بازیگرشه حال فریبرزم میگیریم. نه دیوانه میشه. من دوباره چی شد؟ چی شد؟ فرمرز برو بابا، برو. یه ساعت کجا رفته؟ بایسا بایسا خب خوبه، حالا چه اصراریه؟ چیه؟ سلام، چیه؟ چی شده؟ سلام میخوایی؟ چیه؟ طلعت خانم نیمدن؟ تو راه داره میاد. خب ایشالا خوابم که نبودی؟ نه اصلا خواب نبودین، داشتیم اخبار نیمروزی میدیدیم. معلومه که خواب بودین، ساعت 2:30 شبه. من گفتم مزاحمشون نشم، ولی دیگه بچه ها گفتم بیدارتون کنم. حالا دیگه که مزاحمشون شدیم دیگه، ببخشید ما بابت مسئله دیشب حال بابا خراب بود و اینا یادتونه؟ آقا جون دیگه خب. بابت اون مزاحمتون شدیم، یعنی به کمک طلعت خانم ما احتیاج داریم. بعد گفتیم از شما که همسرشونید اجازه بگیریم دیگه. خیلی مهم بود جلسه فردا مطرح کنید. یعنی چی فردا؟ قضیه مرگ و زندگی آقا جونه، یعنی چی فردا؟ صداتو بلند نکن علی رضا، زشته. الان قضیه آقا جون خیلی مهمتره. بفهمید بشینید. حالا اگر شماها آقا جون راحت بزنید خودی زندگی خودشو میکنه. چی شده؟ چی خبره؟ میکنی وقتی شبی آخه؟ نمیدونم. سلام طلعت خانم. علیکم سلام. چیه؟ خودتونه. آره. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. ببخشید دیر وقته، بفرمایید. آقا میکنید، بفرمایید. ببین طلعت جون. بله. ببین عزیزم، برای ما یه مشکلی پیش اومده. خواستیم شما خانومی کنی، مهربونی کنی، محبت کنی. یه چند دقیقه نقش مامان گلنسا خدا بیامرز رو برای آقا جون بازی کنی. چی کنه؟ نقش مامان گلنسا رو بازی کنی. بله. میخوام من رقاص پای نقاره خونه بازی کنم. ها این بو کار مهمتون؟ باش برید طلعت، من رفتم. باش بیا. نه نه کجا داریم میرید؟ بشین طلعت خانم، بشین طلعت خانم، بشین. آقا میکنید یه دقیقه بیا بشین شما اینجا. ببینم من رفتم، برو من بعد میام. اون بعد راستش ما مزاحمتون شدیم،
طلعت خانم یه مسئله بهتون بگیم. نه. ما فکر کردیم، خیلی فکر کردیم و دیدیم که تنها کسی که استعداد بازیگری داره فقط طلعت خانم، یعنی شمایید. بعد آره من جلو خودتونم نمیخوام تعریف کنم، ولی واقعا من تا الان هر فیلمی هر سریال ایرانی دیدم گفتم ای بابا چرا جای این خانمایی که دارن بازی میکنن طلعت خانم نیستش. میشه نگفتم میگفتم بعد ضمناً یه فیلمی هست مال چارلی چاپلین، جویندگان طلا. بله، شما کپی اون خانم چارلی چاپلینید. کیمن؟ بله بله زن چارلی چاپلین بوده. اشتباه. نه 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 شبیه یه نفر هم هستش، اون بازیگره بودش توی فیلم برباد رفته داشتیم چند روز پیش میدیدیم، یکم شبیه اونه. دیویانلی؟ نه بابا علی تو داری اشتباه میگی. آها چیزه، من میگم چقدر شباهت داری همه به طلعت خانم، نگو جفتتون شبیه اون بازیگره. حالا من فکر کنم خیلی راحت بتونیم، یعنی بتونید شما این نقش گلنسا رو، مامان گلنسا رو بازی کنید. چجوری؟ با تمرین، یعنی 50 بار میتونیم تمرین کنیم، بعد قشنگ به اون حسی که میخوایم شما میرسید دیگه. خیلی راحت. من میتونم، یعنی فکر میکنید؟ آره چرا نمیتونید طلعت خانم؟ چرا نمیتونید؟ میتونید. راستی من یه سوال داشتم. بله. چرا به صورت جدی بازیگری رو ادامه ندادید؟ حیفه. فورا ترجیح میدم به این سوالتون جواب ندم. البته یه مقداری هم فضولی. آیا همسرت آقای درمندی مخالفت کردن؟ به خودم مربوطه. چون حیفه واقعا این استعداد هرون بشه. از کی فکر میکردید علاقه دارید؟ خیلی وقته. نصرت خان بیدار. چی شد؟ ببین طلعت جون اینجوری نمیشه. ببین باید حس بذاری، باید پر انرژی بگی، باید باهاش زندگی کنی، یه چیزی بگو دیگه فرهاد. بله من بازیم اینجوریه خانم، زیرپوستی بازی میکنم. همون زیرپوستی خوبه؟ خوبه. ببین طلعت جون، ولی ما اینجا بازی زیرپوستی نمیخوایم. هرچی حس داری باید بریزی تو صورتت. آقا اینجوری نمیشه. چرا؟ الان چند بار کار آقا این خانم قطع کرد؟ من نمیتونم اینجا تمنی کنم آقا. همونو ادامه بده خوبه؟ خدا شانس بده. سر من بیچاره که خوب زبرتون دراز بود. ببینید؟ نه نگاش کنید. تا زمانی که این خانم تو اتاقه من تمرین نمیکنم. آقا من دارم زحمت میکشم، انرژی میذارم، حس میگیرم. بفرمایید شما. خب چیکار کنم؟ این خانم تو اتاقه، تمرکز منو به هم میزنه. بری بیرون. چی؟ بری بیرون. من نمیرم. دو دقیقه دیگه چیز دیگه میگه اینجوری نه. چی؟ بیرون نره. بمونه چیزی نمیگه. آره اینجوری بهتره. حرف نزنه. نه به خاطر بابا. قبول. اگه ساکت باشه چشم. خب در ضمن یه شرط دیگه هم دارم فرهاد آقا. بله بگو. خب فریدون آقا دیگه نباید ماشینش رو تو حیاط بشوره، همین که گفتم. آخه صبح برای میشه همین که گفتم. خب برم. خیلی خب قبوله برو تمرین کنم. بریم بجنبیم دیر شد. نصرت خان بیدار شوید. من با روسری سفید آمده هم و شما رو خبری مثل رتبخش آورده هم. آسوده بخوابید. چه بس قلومه سلومه بابا، کی نوشته این آخه؟ من نوشتم، شما کاری نشوش بخون. راستی فرامرزا یادتو نرا، من هر جا گیر کردم سه دو صرفه میکنم اینجوری. خوبه فرد آقا، خوب تمرین کردم. سینه کلماتت خیلی میزنه. چی؟ سینه کلماتت میزنه. میزنه، متوجه شدی؟ نه یعنی یه بار دیگه تمرین کنه. آره دیگه یه بار دیگه. برو بریم. نصرت خان بیدار شید. من با روسای سفید آخه نمیشه.
من ماروسری سفید آمدم و شما رو خبر این مسئلت باش. باز این بهتر. باز این بهتره. بهتر شده. با اینکه زد و تو غر کردی رفتی خونه بابات. ای بابا درد سر من شروع. من هر شب پا می شدم می بدم در خونه تو. اونجا وای می سادم بلکه یکی ببینه بیاد آشتی بده. تو هم ناقل و اون بالا پشت پنجره یا تلایی پرده نگاه می کردی پایی منو می دیدی. تا متوجه می شدی من دیدمه دلی موشه اون پشت خواهیم می شدی. یادت گلت سا؟ و من هر شب پنج شب متوالی می گفتم الان امشب در می زنم. باز می مدم در نزده بر می گشتم. تا اینکه شب ششم دیگه طاقت نیوردم. یادت گل نسا؟ تو رو خدا یادته. بابا به جای اینکه یه من نیم کله رو هیچ تکون میدی دو سانتون زبون داره یه بله بگو من خاطرم جمع شه. بله شما درست میگی. خیلی شب که مثلا نمیدونم چه حالی بهم دست داده. نمیدونم خوابم بیدارم اصلا به نظر میاد بیدارم. گلسا میگم که یه دونه یواشی بزن بیخوشه من ببینم خوابم یا بیدار بالاخره. خاک بر سرم بزنم تو گوش شما آقا. یواش بزنی که درد نمیاد بزن. شما خودتون میدونید که من تا حالا دستم رو کسی بلند نشده. اینو از من نخواهید آقا. دستم رو کسی بلند نشده اینو از من نخواهید. پس اون شلب شلوپایی که میخوردم ننه من میزد. این همه سالا زدی یکی هم روش بزن ببینم. عجیبه بالاخره نمردیم و خواب این پسره رو هم دید. بله بله خب بزن منتظرم. بزنم آقا. آره چرا معطلی بزن. زدم آقا رد شد. من که گفتم شما خواب هستید آقا. امشب هم که پای تو به چیزی نخورد بیافته من خودم انداختم. این چرا اینجاست؟ این که جاش این پایین نیست. اینطوری بهت بگم گلس، از موقعی که تو رفتی طلعت هم دیگه اون طلعت سابق نیست. مثلا همه امروز از صبح قرار بوده بیاد این اتاق دستی بکشه. انگار نه انگار. طلعت زن خوبی آقا. از صبح رفته بود لوبیا بخره پاکوله بذاره کنار. تا آخر شام دستش گیری لوبیاها بود تک و تنها. اینش کار ندارم. زیر کار در روه. بله. یللی تللی اصلا سر به هوا شده. تن به کار نمیده. اخیرانم که با شوهرش دائم تو اون اتاق کوفتی نشستن فیلم ویدیو نگاه میکنن. میکایل. بله میکایل. بروز با همین میکایل گفتم. گفتم مرد خجالت بکش. سن سالی ازتون گذشته. دائم پای ویدیو نشستین فیلم نگاه میکنین. من بچه شدین. اهه. یادت جوونیاش افتاده تازه. خوب نیست اینجوری پشت سر کسی حرف میزنین آقا. مگه روزی یه فیلم دیدن؟ اونم روز فیلمی که هر روز میدن شما میبینید. ربطی به سن سال داره. من یه چیزی به اونا گفتم تو چرا دفاع میکنی؟ کم بهشون خدمت کردم؟ کم زیر بالشون رو گرفتم؟ گلنسا با صدای بلند میگم اگه دیدیمش بگو این طلعت طلعت قدیم نیست. زیر کار در رو شده. مردم از بس حرف زدم. بگم طلعت خانم یه چای براتون بیاره. نه چای نمیخوام. میبینی؟ هرچی دلشون خواست به من گفتن. تا دلشون میخواست به من توهین کردن. خب بگن تو باز چی اومدی بیرون؟ همه چی خراب کردی طلعت. اوه اوه خیلی تند داری میری یا خیلی. آخه کی طاقت میاره؟ شما طاقت میاری خانم؟ کسی تو چشت نگاه کنه بعد بگه طلعت خیلی شل شده، اصلا تنبل شده، هی صرف میشکنه، هی نمیدونم چقدر دلش پر بود از طلعت. آخه خب بابا اونا راست گفتن. راست گفتن؟ چی راست گفتن؟ راست گفتن دیگه. تمام ظرفا رو کابینت ریخت زمین. شیکست یادتونه؟ نه خیلی یادم نیست. یادتون نیست خوری به اون گندگی و ها؟ چرا اون خوری میگه که دست دفتر شکست اونو میگه کی؟ فراد آقا دست شما درد نکنه.
دست شما در نکنه. از صبح پاشو، هی بشور، بساب، بپز، نون تازه بگیر. اینه دیگه حق زحمت من. دست شما در نکنه. راست میگه، اون ظرفم کلیدی افتاد شکست به خاطر که 4 روز غذا خورده بودین، رو هم تنبار شده بود، یه مرتبه لیس خورد، ریخ زمین شکست. خب بابا، حالا من اونو شوخی کردم. ولی یه بار دیگه اگه یادتون باشه، بوی سوخته غذا تمام خونه رو گرفته بود. بعد این مسیه پسر همسایه اومد گفت غذاتون تا گرفته، طلعت خانومم نفهمیده بود. یادتونه؟ نه خیر، یادم نیست. یادتون نیست گشنتون بود؟ ها، اون دفعه نهی که غذا رو سازانده بودی، اونو میگه. خیلی خب، حالا بس کنین. تو بالاخره نگفتی واسه چی اومدی بیرون؟ حسم راه نمیداد خانم. وا، خانم حسشون راه نمیداد. بخند، بخند. هممونو گذاشتی سر کار، باید هم بخندی. بابا آخه بی خودی. نخند. نخند، نخند. ببین، هممونو سر کار گذاشتن. بهت گفتن خودت خاطی معرکه نکن. رفتی خودت دخالت دیدی توی کار، حالا این کارو با ما میکنن. تو دیگه چی میگی؟ من چی میگم؟ تا حالا که داشت از بچه‌ها طرفدار می‌کردی. این از تو، اون از فرامرزه‌ها که می‌خواست بهت بهم کمک کنه، میاد تو اتاق بر من بال بال میزنه. اصلا حس من اون بهم زد. من از این دفاع کردم که دارم میگم. من همش تو خجالت بکشین. خجالت بکشین، بس کنین. مثلا ما نگران حال آقا جون هستیم. 4 تا آدم عاقل و بالغ اینجا نشستن، هیچکی نمیتونه یه کاری بکنه. واقعا که بیچاره آقا جون، حتی اگر مامان گلنسان بیاد تو خوابش دیگه باور نمیکنه. امشب حسابی گیج شدم، نمیفهمم اینجا چه خبره. نکنه بازیت گرفته گلنسان؟ من نمیدونم چرا کارت اینقدر عقب میفته. اینی که امشب 10 دفعه گفتی، هر دفعه هم یه مدل. آخه من کی 10 دفعه اومدم؟ تو دفعش که حسابی یادم، حالا نیومدی. خیلی خوب، ما به کسی نمیگیم. ولی خیلی دلم میخواست امشب با روسری سیاه میومدم و میبردمت. ته، حالا غصه ندار، حالا با این اومدی. ببین چقدر بیشتر بهت میاد. یه دقیقه تو آینه خودت نگاه کن. اصلا با این بیا میشه. جدی میگی؟ ولی قصه نخور نصرت خان. انشالله کارتو درست میکنم و زود میای پیش خودم. ببینم تو هیچ کار دیگه نداری؟ چی؟ منظورم اینه که ما که با هم هستیم دیگه، حالا اینجا اونجا نداره. این همه را تو با این پای واریس و نقرستار و اینا هی بیای بری، من نگران خودتم، برای خودت میگم. ببین نصرت خان، همین مهربونیاتی که نمیذاره آدم دوریت تحمل کنه، همین محبت هاست که آدمو دلگرم نگه میداره. چه محبتی، چه مهربونی، بذار زندگیمو بکنم خانم. هر روز یه بساط نو ولم کن خانم. من اصلا عجله واسه اومدن ندارم، فعلا هم که قرار نیست بیام. راستش خجالت زدم. فعلا نه، بازم باید صبر کن. صبر میکنم، صبر میکنم. خاطر جمع باشه، این صبر مساویس با نصرت خان. ولی عمه، هرچی دقت میکنم باز هی فکر میکنم، هی تو صورت شما دقت میکنم، صورت اون دقت میکنم. آره دقیقا شبیه هست. چی؟ هم برباد رفته، راست میگم. شما که گفتید من شبیه هنر بیشه فیلم برباد رفتم. خجالت بکش علی رضا، یه چیزی بهت میگم. همه شبیه هم. چیزی بهش نگو، ولی تو بیشتر شبیه اون زنه تو چارلی چاپلین، توی جویندگان طلا بود فیلمش، شبیه اونه. اون فیلم که سیاه‌سفید بود. آره سیاه‌سفید بود، ولی شبیه. ببین نه فراد آقا، توجه کنید قشنگ به چش ابروش، خیلی شبیه نصرت خان. ببین ببین اینجوری که نگاه میکنه، خیلی شبیه نصرت خان. نه 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 گلنساز سیلیا کاردی. چی میگی؟ گلنساز اگه شبهت فامیلی بینیش که کپی عمو بهرامه. نه آره، چی بود؟ دفعه میگفت که همه گلچهره شبیه دختر خاله فرشید. بس کنید. آره دیگه، من شبیه هر کی باشم یا نباشم دیگه پامو تو اتاق آقا جون نمیذارم، فهمیدین؟ خسته شدم. تو هم یاد باشه باید میرفتی سربازی، چون خیلی بیادب شدی. آقا جون بیدار شدین؟ آره آقا جون، شما به این موقع اینجا چی؟ این کیه؟ سلام علیکم.
سلام. چی شد آقا جون بیدار شدین؟ گلنسا اومده بود. آره. چه جوری؟ یعنی چه مدلی؟ با روسری سفید بوتجه قیقه. سلامت بود. خدا تبریک. خدا شد آقا جون. خدا شد. کیه؟ سلام. طلعت دیگه آقا جون. اصلا امشب یه شب عجیبی بود واسه من. خدا رو شد. هی می اومد. هی می رفت. آقا جون چند دفعه اومد؟ نمیدونم. دو سه دفعه. نه آقا جون. مهمه. دو دفعه. سه دفعه. چند دفعه. والا حسابی هیچ شدم. نمیم. خوابم. بیدارم. بیا بیا دقیقه بیا. بیا. بفرد. یه دنه بزن اینجا تو کشم. صورت ها. نه یعنی چی آقا جون؟ نه بابا. بزن میگم. نه آقا جون. من غلط بابا. میکایل بیا. جانم. بیا. من. یه دنه بزن تو صورت ها. آخه این کارو برای چی ها؟ میخوام اینم خوابم یا بیدار بزن. میتونم بزنم تو گوش فرات فرقی که نمیکنه. نه فرقی نداره بزن. چشم. ای بابا آقا یعنی چی؟ شما میخواید ببینید خوابید یا بیدار این بزنه تو گوش من؟ خب بای بای آقا جون صبر کنین. صبر کنین الان من بهتون میگم. مگه شما میخواید تو گوشی بزنید خوابی یا بیدار؟ آره. خب بابا اینا بفرما. آره آقا جون آ. دیدی؟ آها. بیدارم پس اومده بود. آره آره خدا.